بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینیدگان عزیز وقت شما بخیر به بسیاری خبری ساعت ده از تلویزیون تمدن خوش آمدید چهارمین سالیاد ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علی و سیزدهمین سالیات ارتحال شیخ عبدالله محسنی فرزند ارشد معلم افغانستان با حضور گسترده مردم دیروز در حوزه علمی خاتم و نبی صلی الله علیه و علی و سلم گرامی داشته شد اخشار مختلف جامعه برای یاد بود و ارج به جایگاه اکادمی کشور گرده هم آمدند سخنرانان در این مراسم گفتند حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه از علمای برجسته جهان اسلام بود که عمرش را صرف ترویج آموزه های اسلامی کرد رئیس شورای علمای شیعی افغانستان هم تاکید کرد که اکادمیسیان کشور از آلمان بود که سبب بقای ارزش های اسلامی در جامعه شد شمار از آلمان دین، مقام های حکومتی، شخصیت های سیاسی و فرهنگی و جمع کسی از مردم با حضور در مرقد حضرت آیت الله لزما محسنی رحمت الله علیه به روح آن عالم ربانی اتحاف دعا کردن شرکت کنندگان با اشاره به فعالیت های علمی، فرهنگی و جهادی معلم افغانستان ایشان را شخصیت بی در کشور توصیف کردند که خاطر خدمات بزرگ ایشان برای همیشه در بین مردم جاودان خواهند بود آنان همچنان حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه را شخصیت بزرگ جهان اسلام دانستند که در ابعاد مختلف صاحب نظر بودند سازمان صحی جهان اعلام کرده که در جریان هفت ماه گذشته 78 نفر از اثر بیماری طب کنگو در افغانستان جان باخته اند. این سازمان همچنان گفتند از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 715 نفر به این بیماری مبتلا شدند گفته شده است که 99 درصد بیماران افراد بالاتر از 35 سال هستند بر اساس گزارش سازمان صحی جهان بیش از 50 مورد ابتلا به طب کنگو از کابل و بلخ گزارش شده است اداره هواشناسی پیش بینی کرده که امروز شنبه امکان بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در هشت ولایت شرقی و جنوب شرقی کشور وجود دارد بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی ولایت های نورستان، کنر، لغمان، نگرهار، پکتیا، خوز، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود با این حال بر اساس برخی گزارش ها در روزهای اخیر سرازیر شدن سیلاب های مرگبار در چهار در ولایت کشور نزدیک به 50 قربانی گرفته است وزارت فواید عامه اعلام کرده شارای سالنگ به دلیل بازسازی تونل و جاده های این شارا از امروز شنبه برای رفت و آمد وسایط نقلیه بسته می شود بر اساس گزارش ها تنها برای موترهای باربری بر اساس نوبت در جریان شب اجازه عبور شارای سالنگ داده می شود گفته شده که بر اساس نوبت یک شب موترها از سالنگ جنوبی به سوی سالنگ شمالی اجازه عبور دارند و شب بعدی برعکس این مسیر از سوی دیگر وزارت فواید عامه گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شیبه رو دره غربند در نظر گرفته شده است. در میانه فشارهای جوامه اسلامی وزیر خارجه دنمارک اعلام کرد در حال وضع قانون برای جلوگیری از اهانت به قرآن کریم هستند لارس راسموسن در تماس تلفنی با سامی شکری همتای مصری خود همچنین از اهانت به ساحت قرآن کریم در این کشور ابراز تأسف کرد این مقام دنمارکی مدعی شده که این اقدامات غیر مسئولانه بیانگر ارزش های جامعه دنمارک نیست در دو ماه اخیر سویدن و دنمارک بارها شاهد حدکه حرمت و قرآن کریم بودند. این اقدامات با مجوز رسمی دولت های این دو کشور انجام شده است با پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم و خیر روز خوش خدا نگهدار